بسم الله الرحمن الرحیم. تقبل الله منا و منکم. دوستان عزیز و گرانقدر، عیدتان مبارک. امیدوارم در هر جایی که هستید خوب و صحتمند و سالم باشید و در کنار فامیل و عزیزانتان و یا دور از عزیزانتان خوش و خوشحال باشید و الله متعال عزیزانی که از فامیل هایشان دورند آنها را به هم برسانه و روزهای خوب و خوشی را در کنار خانواده تان سپری کنید و در کنار دوستانتان سپری کنید. عباداتتان قبول باشه، روزها و نمازها و قیام و صیامتان را الله متعال سبحانه و تعالی بپذیره و قبول بکنه. از الله متعال سبحانه و تعالی مسئلت داریم که در این روز مبارک الله متعال بر برادران و خواهران ما در افغانستان، در عراق، در سوریه، در یمن، در فلسطین عزیز و تمام کشورهای اسلامی الله متعال سبحانه و تعالی رحم بکنه و آنها را از شر ظالمان نجات بده و صلح و امنیت و آرامش را الله متعال نصیب ما بکنه و امیدواریم که روزی بشه که انشاءالله عید را در زیر یک پرچم و در زیر کلمه توحید و در زیر پرچم لا اله الا الله محمد و رسول الله سپری بکنیم و قدرت ما واحد باشه و اتفاق و اتحاد و انسجام داشته باشیم. همه برادران و خواهران مسلمانم را به اتحاد و محبت و صمیمیت و صلح و صفا فرا میخوانم. این عید باعث بشه که ما در خود یک بازگشتی بکنیم و در خود مراجعه بکنیم و به سوی محبت و صمیمیت و به سوی دوستی پیش برویم ان شاء الله. دشمنی ها، عداوت ها را کنار بگذاریم، خاصتا خانواده های عزیز، خاصتا دوستان عزیز. خواهش میکنم کدورت ها و دردها و رنج ها و غم ها را بگذارید کنار، صمیمیت و اتفاق و اتحاد و انسجامتان را حفظ کنید و در کنار یک دیگر با دوستی و صمیمیت باشید. بخندید و لبخند بزنید. پیامبر علیه السلام میگن لبخند تو در چهره برادر مسلمانت برایت صدقه هست. و پیامبر علیه السلام میگن اگر دو برادر مسلمانی با هم قهر باشند تا مدت 3 روز از همدیگر قهر باشند، در واقع این دو فرد هر کدامشون بمیرن، به جهنم میرن. و هر کس مدت 1 سال از برادر مسلمانش قهر باشه و از او دوری بکنه، در واقع مانند اینه که او را به قتل رسانده. پس برادر و خواهر مسلمانم، قهر، کدورت، کینه و عداوت را بگذار کنار، محبت و صمیمیتتان را حفظ کنید. و این اتفاق مسلمان ها از همین افراد شروع میشه، از خانواده شروع میشه، از یک منطقه شروع میشه، از یک شهر شروع میشه، از یک کشور شروع میشه و سرانجام تمام مسلمین با هم دیگر محبت و صمیمیت داشته باشید و لبخند به چهره یک دیگر داشته باشید. انشاءالله که این عید باعث بشه که کدورت ها و دشمنی ها کنار گذاشته بشه. به هر حال روزهای عید، دوستان عزیز، من وقتتان را نمیگیرم و قصد سخنرانی و صحبت و برنامه نداریم. به هر صورت خواستم که یک پیام داشته باشم و در عین حال یک عید مبارکی به خدمتتان داشته باشم. بار دیگر میگم تقبل الله منا و منکم، عیدتان مبارک.